عزیزان، دنیای بسیار عجیبیه. دیروز من خبری رو که در رابطه با یه آقای دیگه ای بود به نام ثقفی، میشه مدیر کل ارشاد گیلان، یه فیلمی ازش منتشر شد. حالا یه تیکاهاشو میذاریم همینجا من دارم صحبت میکنم، ببینید تیکای کوتاهشو. ظاهرا در یکی از این مهمانسراهای دولتی به همراه یک جوانی رفته بودن و در حال لهو لعب بودن و فیلم برداری شده از این. حالا یا اون جوان این کار کرده یا یک سیستم اطلاعاتی این کار کرده، خرابش خواستن بکنن، پرونده سازی و نمیدونم دسیسه بوده، به هر ترتیبی بوده، اون زیاد مسئله من نیست. من قرار بود در مورد ایشون صحبت بکنم و تاکید بکنم روی این مسئله اندرونی بیرونی و این شکل دروغگویی، فریب، تقلب و همچنین پنهانکاری که مربوط به تاریخ اون منطقه است. یعنی اینم باید در نظر بگیرید، اسلام اتفاقی که به وجود آورد این بود که اینو تشدیدش کرد، بدترش کرد، یعنی شکل‌های بدتری بهش داد، خصوصا در رابطه با شیعه و اون مسئله تقیه که عملا توجیه میکنه دروغگوی، یعنی در خلوت جوری باش و در بیرون یه جور دیگه، یه چیز دیگه از خودت نشون بده. اما امروز نگاه کردم دیدم یه خبر جدیدتر اومده و این دیگه یه مقدار برای من عجیب بود و همچنین سخت هم هست. سختیش هم از این جهته که یک فیلمی منتشر شده از قاری گیلانی، محمد رضا سفری. من و محمد رضا سفری در دوران نوجوانی با هم هم‌محلی بودیم، دوست بودیم تا فکر میکنم مثلا 15-16 همون حدودا که دیگه آروم آروم راه من با شعر و اینها جدا شد از قرآن و دیگه به خلوت خودم به شکلی پناه برده بودم. سرنوشت بسیار عجیبیه. یکی شد محمد رضا سفری، اون حوزه فکر میکنم اون موقع انزلی قبول شده بود، من حوزه رشت بعدش قبول شده بودم و من نرفتم به خاطر مخالفت خانواده. محمد رضا سفری رفت. تا اونجایی که یادمه پدرش هم فوت شده بود و به هر حال راه‌ها جدا شد، ولی در زندگی واقعی خب اینجوری نبود که ما مثلا یک کسی بشه بسیجی، یک کسی بشه مثلا بیدین و بی خدا. تو زندگی عادی همه با هم دیگه داشتیم زندگی می‌کردیم، فوتبال می‌کردیم، نمی‌دونم، من یادمه که اون موقع کشتی می‌گرفت. برای من بسیار ولی عجیب بود و به خودم در واقع فکر می‌کردم که اگر من تو همون سن مثلا 15-16 سالگی که سر آدم پر است از تخیل و هیچ تصوری دست از آینده نداری و داری میریم از یه مسیر رو، منم یه آدمی هستم که یه چیزی رو وقتی بچسبم دوست دارم تا تهش برم. ولی خوشبختانه این اتفاق نیفتاد، اونم مشخصا به خاطر خانواده بود، چون خانواده من یه خانواده آزادی بودن و اصلا با این مسائل کنار نمی اومدن و بعضیشون حالا در حد قرآن و اینا رضایت داشتن، اما اینکه مثلا برم حوزه و داستان و اینجوری اون براشون بسیار سخت بود. محمد رضا سفری فیلمش منتشر شده و مثل اینکه در حال خودارضایی بوده، با یه نفر دیگه برهنه هم هستن و ظاهرا دارن تریاک هم میکشن. نه اون آقای ثقفی و نه محمد رضا سفری که من مشخصا در موردش صحبت زیاد نخواهم کرد، یه پرانتزم باز کنم، طبق مرام من تو اگه با کسی یک بار نهار خورده باشی باید حرمت اون نهار رو نگه داری. مثلا مسئله من نیست، برای من اشخاص مهم نیستن، برای من کلیت و سیستم مهمه، وگرنه هم دارودستی سپاه و هم اون رده های بالای نیروهای امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی همه این داستان ها رو خبر دارن. عامه مردم هم که سالهاست ما اینو از بچگی میشنیدیم، آقا حوزه بری فلان کارو باد میکنن، نمیدونم این ماجرای بشکه جوک بود دیگه. یعنی این چیزی نیست که مثلا برای مردم خیلی بعید باشه، خیلی براشون تازه باشه، همه میدونن، شوخی هم میکنن، حتی تا این اندازه که به شکلی جدی در مورد خود خامنه این بحث وجود داره که ایشون در زمان نوجوانی یا جوانی مثل این که به هر حال روابط جنسی اینجوری داشته. من فقط دارم میگم که به صورت حرف هست. از این حتی بازم بدتر، ما اسنادی داریم تاریخی که اونجا اشاره هایی میشه به رابطه محمد و علی. یعنی من اینو تا اینجا نگه میدارم،
نمیخوام جلوتر برم، فقط یه تکه کوچیک از نهج البلاغه بخونم. در نهج البلاغه ترجمه دکتر جعفر شهیدی خطبه 192 صفحه 222 میگه: آنگاه که کودک بودم علی ابن ابی طالب مرا در کنار خود نهاد و بر سینه خیشم جا داد و مرا در بستر خود میخوابانید، چنان که تنم را به تن خیش میسود، یعنی میمالید، و بوی خوش خود را به من میبویانید. این از خود نهج البلاغه است. چه تفسیری میشه در موردش کرد؟ چه اتفاقی افتاده؟ ما بیشتر از متن و جلوتر از متن نمیریم. اما میخوام بگم که چنین حرفهایی وجود داره. اصل داستان ولی چیه؟ مشکل چیست؟ مشکل اندرونی بیرونیه. مشکل افشا نشدنه. مشکل آشکار نشدنه. مشکل رونمایی نکردنه. یعنی من اگر یک جوان 14، 15، 16 بالایی رو کار ندارم، معمر رضا سفری خب راهیو که رفته و الان نمیدونم باش چه اتفاقی میفته، بسیارم من متاسفم به عنوان انسان، چون به هر حال این دیگه نمیتونه تو اون سیستم زندگی بکنه، سیستمی که به هر حال داره از اون طریق نون میخوره، قاری مطرح قرآن تا جایی هم که یادم مصطفی اسماعیل میخوند، من منشاوی میخوندم، نمیتونه دیگه اونجا کار بکنه. اما با یک جوون 14، 15، 16، 17، 18، 20 این راهیو که میخوای بریم آسفالت کردیم و هنوز بسیجی ها اون سپاهی ها میخوان تیکه بندازن. خوشبختانه ما که هیچ وقت دم و دستگاه اونا نبودیم، ما در حد قاری قرآن بودیم تو محل و شهر. این راه ها، یعنی تو با سیستم مثلا همون چیزی که به تو داره احادیث و سنت و اینها دارن بهت میگن که محمدی بود و فلان بود و مدینه فاضله و اینا، با اون طرف نیستی، تو با یک نظام مافیایی طرف هستی که مثل زالو خونتو میمکه و توفاله تو رو پرت میکنه بیرون. چرا؟ چون مستقل نیستی. چرا؟ چون نونت گره خورده به اونجاست، نون گره خورده به مردم نیست، خدمت داری نمی کنی، تعهد نداری، جدای از این که تخصص هم نداری. این اتفاق برای تو هم خواهد افتاد. این افراد، ثقفی ها، سفری ها، توسی ها و ده ها نفر دیگه که پیش از این هم اون اسمشو نمیدونستم، لاف بنفش بود، اونم من دیدم، اینا نمونه هایی هستند که یا خود سیستم فاشوشون میکنه، افشاشون میکنه، یا اینکه بالاخره یک کسی گند اینا رو در میاره. مردم هم خوشحال میشن، مردم دست میزنن، مردم حتی تا یه اندازه من با جرئت میتونم بگم حاضر نیستند برای شما کمترین و کوچکترین دلسوزی رو بکنن، حتی اگه تا به مرز مرگ هم برسید. اینو دارم خطاب به کسانی میگم که اون راه رو میخوان ادامه بدن. یعنی دو مسیر اساسی وجود داره، مسیری که مسیر انسان است، مسیر شرافت، مسیر آشکارگیه، یک مسیر مسیر فساد، مسیر شیادیه، مسیر تقلبه. و وای به حالت موقعی که تنت عادت بکنه به این فساد. اگه تو اون سیستم ارتزاق بکنی، از بغلش نون در بیاری، آدم بفروشی، خون بفروشی، کتک بزنی، جاسوسی بکنی، اینجور کارا رو انجام بدی، حتی ازش که بیرونم بیای فرزن لباس جمهوری اسلامی از تن در بیاری بیای لباس مثلا آمریکایی بپوشی، مرامه عوض نمیشه. یعنی تا این اندازه خطرناکه. من فقط و فقط نگران اون نوجوان هستم. من فقط فقط نگران این جوانهایی هستم که اینها ممکن واقعا معتقد برای خودش باشه، حالا تاریخ نخونده نمیدونه وضع چی بود. ما هم تا 15-16 سالگی درگیر همین داستان بودیم دیگه. ما آروم آروم پله پله، یعنی واقعا اگه قرار باشه من تشکر بکنم، باید تشکر کنم از شریعتی که یک خانش دیگه از اسلام و نشون داد، با اینکه اون هم داغون بود، اما بالاخره به من یه خانشی نشون داد که این خانشه با اون فرق میکنه. اون پله اول برای جدا شدن از اون خانش ولایت فقیه مطلق و نمیدونم اون داستان ها بود. بعد از اون دیگه متوجه شدیم آقا اینا هم داغونن، شریعتی ها هم داغونن، دیگه برو تا آخرش. راه رو از الان باید تعیین بکنی، نگاه بکنی، و بعد این بحث اندرونی بیرونی. ببینید همین چند وقت پیش انقلاب ملی ایران به نام مهسا، زن زندگی آزادی، یه چیز اساسی داشت دیگه، آشکارگی. من میخوام آن چیزی باشم که هستم، من میخوام آن چیزی باشم که دوست دارم، من میخوام آن چیزی رو از خودم نشون بدم که هستم. اجتماع، خانواده، دولت، حکومت، سیستم، دوست، رفیق، به من این فرصت رو بدید،
این آزادی رو به من بدید که من به واسطه آزمون و خطا و تجربه و رابطه خودم رو کشف بکنم و این کشف شده رو که میتونه تو 15 سالگی یه نتیجه داشته باشه، تو 20 سالگی یه نتیجه داشته باشه، تو 25 سالگی همینجور بیا تا بالا. ما که آدم‌های گذشته نیستیم که، مدام تغییر می‌کنیم، تجربه جدید، جغرافیای جدید، آدم‌های جدید. من خب خودم رو کشف بکنم و با دیگری به اشتراک بذارم. چرا یک قاری قرآن نمیتونه همجنسگرا باشه؟ چرا باید اینو پنهان کنه؟ یک بخشش به اجتماع برمیگرده، یک بخش جدیش که جلوی باز شدن اجتماع رو گرفته نظم سیاسیه. وگرنه ما مثلا با کسی مثل خامنه‌ای پدرکشتگی نداریم که، من حداقل من پدر من نکشته که، ما با فکرش مشکل داریم. وگرنه خامنه‌ای میمیره میره، ما با اون نظم فکری مسئله داریم. جوون 16 17 18 19 20 ساله میاد تو خیابون میگه من میخوام روسری، من نمیخوام بذارم، آخه من چرا باید وقتمو با این چیزا تلف کنم؟ من مسئله جنسیم به خودم مربوطه و همون رو میخوام کشف بکنم، همون رو میخوام بازنمایی بکنم، با اون میخوام زندگی بکنم. چرا باید یک فیلم منتشر بشه از استمنا خودرضایی یک قاری قرآن، حالا تریاکم بغلش کشیده؟ اینا کمپلکس ها، اینا عقده ها و غده های جدی روحی روانیه. جدای از این که سالها و سالها هنوز من فکر میکنم تو فرهنگ عامه ما این هست که آقا بزن به اون زبان جغ بزنی کور میشی، جغ بزنی نمیدونم چیه زود انزالی میگیری، هزار تا خزعبل دیگه که نه علمیه نه پزشک ها در موردش نظر مساعد و موافقی دارن. خب تو میخوای اندام جنسی خودتو با قرآن کشف بکنی؟ اینجاست که میگیم آشکاری. حتی این جدیدا که خودشون رو روشنفکران دینی مینامن هم عقب هستن، چون این مسائل رو نمیدونن، چون روانشناسی نمیشناسن، باز نیستن نسبت به اندام جنسی، به اعمال جنسی، به امیال جنسی. جوان 20 سالش میشه، 30 سالش میشه میبینه. برای همینه که ما توصیه میکنیم آقا آن چیزی که داری رو بریز بیرون، ریلکس با من، راحت باش. به خودش شوخی نمیکنم، جدی دارم میگم. نشون بده چه هستی. اگه بسیجی هستی اشکال نداره، اول که از بسیج بیا بیرون، به مردم بپیوند و بعد آشکار بکنه. تو اشکال نداره همجنسگرا هستی، بگو هستم. از چی میترسی؟ فردا روز فیلمت اینجوری منتشر میشه. این الان راه حل های کوچولو کوچولوی دم دستیه، وگرنه در دراز مدت ما کار داریم، خیلی کار داریم. ما اونجاست که اون فرهنگ تقیه شیعه که تا رگ و پوست و گوشت و استخون ما نفوذ کرده رو، پدر تو خونه است، دوستش زنگ میزنه بچه گوشی رو برمیره بگو بابا نیست، دروغگویی، فریب. تقیه مگه چی هم؟ یعنی من جوری هستم، جوری دیگر نشان میدم. امروز که من دارم این صحبت ها رو میکنم، نمیخوام در موضع یک انسان خوب پاک قرار بگیرم و بگم اوه با یه انسان پلید فلان و فلان درف هستیم که مثلا اومده چنین چیزی گفته و یا نمیدونم ترویجی به حجاب کردم و آقای ثقفی مثلا رئیس اداره ارشاد، یعنی ایشون قرار ارشاد بکنه. از این منظر من نمیخوام وارد بشم. بحث من فقط سر اینه که مشکل اساسی شما همدستی با سیستم، همدستی و همکاری با سیستم ستم، با یک نظم آدم کش. در یک جامعه باز کسی شما رو به خاطر خودارضایی تنبیه نمیکنه. اون نظمی که ازت فیلم میگیره یا حالا حتی فیلم تو یکی دیگه بگیره منتشر بکنه، اینجوری داغون بشی، مثل خیارم میفروشن، یک دوسی میذارن کنار که گذاشتن. پس خودتو، همون آدم، همین الان مستقیم کسی که در درون سیستم هستی، پیش از اینکه فیلمت منتشر بشه خودت منتشرش کن. پیش از اینکه افشا بشی خودت برگرد به سمت مردم. این تهدید نیست، این اتفاقیه که تو خواهی دید. بسیاری از کسایی پیش از این هم ما دیدیم. راه راه مردم است، راه راه میهن است، راه راه انسان است، این سمت یا اون سمت. در هر صورت روزهای محرم که بهش میگن ایام الله، بد شروع شد برای جمهوری اسلامی و بدتر از این هم خواهد شد. نظامی که نه نزد مردم آبرو داره، نه کسانی که در درونش هستن بهش باور دارن، اعتماد دارن. یه سری ممکن حالا از این کسایی که مغزشون شستشو شده و در جریان نیستن، اونا برای خودشون باشن، اهمیتی ندارن در نهایت. اما در مجموع یک نظام غیر قابل اعتماد حتی برای وابستگان و منصوبین خود اون نظام. برگردید به سمت مردم، به سمت آزادی.